برنامه نانگل و سرخ نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی هم و من فریبرز پویو هستم. در برنامه این هفته مصاحبه داریم با بنجامین دیوید، پرزیدنت انجمن سکولاریست های دانشگاه واریک. در ضمن در رابطه با عاشورا، محرم و حسین پارتی صحبت خواهیم کرد. در ضمن در رابطه با دست دادن در جمهوری اسلامی بین یک زن و مرد، بنگاه برده جنسی داعش، فتوا علیه رقص اصیل عربستان سعودی و در ضمن یک اعتراض صلح در اسرائیل. با ما باشید. خبرهای زیادی هست در هفته‌ای که گذشت. ما دوست داشتیم چند تاشو با شما در میون بذاریم. یکیشون خب خبر افزایش دستگیری‌ها و احکام خیلی شدید علیه شاعرین، کسایی که هنرمندن و فعالین کارگری و غیره، و خبر چند تاشون اومده که واقعا شوکه میشه آدم این چیزا رو میشنوه. یکیش مثلا یه فیلمسازی هست به اسم کیوان کریمی که به 6 سال زندان و 223 ضربه شلاق محکوم شده، به خاطر اینکه قرار بود در یکی از فیلماش صحنه ای از بوسه بین زن و مرد نشون بده، نشون نداده ها، فقط داشت فکر میکرد خب چه خوب میشد اگر مثل همه جای دنیا میشد چنین کاری رو کرد، یه رابطه آزاد مردم رو بتونه، نرمال کاملا معمولی رو بتونه نشون بده توی فیلم. توی جمهوری اسلامی البته این امکان ناپذیره و به 6 سال زندانش کردن به خاطر این کار. واقعا اصلا آدم نمیدونه چی بگه. مثلا در رابطه با خانم فاطمه اختصاری و مهدی موسوی هم به 9 سال زندان و ضربه شلاق، 9 سال، یکیشون 11 سال، به خاطر اینکه به مقدسات به اصطلاح توهین کردن، به خاطر اینکه انتقاد اجتماعی کردن، انتقادی که هر کسی تو دنیا میتونه بکنه بدون اینکه این مشکلات براش پیش بیاد. و یکی از چیزایی رو که بهشون بسته اینه که بخواد، خانم اختصاری وقت رفته بوده سوئد با یه نفر دست داده و گفتن که اگه دست بدین زیاد خوب نیست و امکان داره رابطه جنسی خارج از ازدواج، یعنی کم اصلا نگاه نکنین الان مردم واقعا خارج از ازدواجه. آره، ولی اصلا میشه دید چقدر شوکه آور این سیستم فکری، اصلا فکرشون واقعا کپک مغز، نمیدونم مغزشون کپک زده، نمیدونم مغزشون چی شده بهش که اصلا دست دادنه که کاملا همه تو دنیا دست میدن، یه چیز خیلی مؤدبانه است، یه چیز خیلی انسانیه، یه کسو میبینی دست میدی. اصلا فکر کنم هر کی اینو بشنوه شوکه میشه و شوکه شده. خب واقعا اینطوری، و این نشون میده که تو جمهوری اسلامی چقدر ظرفیت انسانی بودن اصلا وجود نداره تو سیستم اسلامی. دقیقاً. مثلا این کیس آتنا فرقدانی هم هست که به 12 سال محکوم شده بود به خاطر یکی از نقاشیاش. ایشون هم چون با وکیلش دست داده، خبرش اومده که ایشون رو بردن برای تست باکرگی. بله. و در ضمن حاملگی، یعنی واقعا چجوری به خودشون اجازه میدن اینطوری رفتار کنن؟ خب ولی خب این جمهوری اسلامی خیلی مشخصه برامون، شرم ندارن. و الانم اگر بینندگان عزیز شنیده باشین، یه گزارش اومده در رابطه با آمار اعدام‌ها در ایران که به 800 تا رسیده تو این سال، یعنی روزی دارن 3 نفر رو اعدام میکنن. اصلا این به نظر میاد که یه ترند و یه گرایشی که دارن تلاش میکنن جلوی هنرمندا و کسایی که اعتراض میکنن. جعفر عظیم‌زاده رو همین چند روز پیش خبر اومد که به 6 سال زندان محکوم کردن به خاطر اینکه ایشون رفته بیانیه سازمان داده به جرم اینکه رفته اعتراض کرده. چرا اینقدر دستمزد کارگرا تو ایران پایینه؟ و بخواد اتحادیه آزاد درست کنه. و واقعا شرم‌آوره که یک آدم رو به خاطر حق زندگیش بگیرن 6 سال زندانش بکنن. بعد آقای روحانی هم به خاطر اینکه الان محرم و عاشوراست گفته که تمام مردم آزادی خواه جهان عاشق امام حسین هن، نه خیر، نه میشناسن امام حسین سکی. کیه؟ نه عاشقشن. و فرهنگ عاشورا همه جا رفته. اینو گفته که فرهنگ، آره راست میگه. من رفتم از تو لندن توی خیابون داشتم رد میشدم، دیدم تمام مردم اینجور نشستن ناراحت
بپرسیدم چیه چرا اینجوری گفتن عاشوراست. ولی به جاش خیلی هم داشتن حسین پارتی میکردن. حسین. واقعا چیزی که مهمه اینه که فرهنگی اتفاقا توی جامعه ایران حاکمه، فرهنگ عاشورا نیست. فرهنگ جووناست که تو همین پارتی ها دنبال زندگی میگردن و رابطه خودشونو با دنیا اینطوری تعریف میکنن و علیه جمهوری اسلامی. و خب اون ور جمهوری اسلامی هم یه داعشی هست که نمیدونم اگر شما شنیده باشین، ولی یک دفتر برده جنسی دارن، دفتر برده جنسی دارن و اخیراً لیست قیمت برده هاشون افشا شده، قیمت زنا و مثلا گاو و گوسفند رو یه لیست گذاشتن. معلوم اسلامی ها نظرشون در رابطه با زن چیه. و فقط براتون بگم که اصلا آدم بگه دنیا چی شده، واقعا دنیا چیه وقتی تو دست این حیواناته. گفتن زن بین 40 تا 50 سال قیمتش 41 دلاره، اگر 30 تا 40 سال باشه قیمتش 62 دلاره، 20 تا 30 سال قیمتش 82 دلاره و 1 تا 9 سال قیمتش 165 دلاره. آدم بیشتر از این بیشتر از شرم میشه به این آگاه و واقعا جنایت به علیه بشریتن. و کسایی که الان تلاش میکنن که این سیستم رو توضیح بدن یا ازش دفاع کنن از اینا بدترن واقعا. سعد الحجری یکی از مفتیای اسیری شهریه در عربستان سعودی، ایشون یه فتوا دادن علیه یه رقص اصیل عربستان سعودی. اول بیاین این رقص رو نگاه کنیم، بعد قبل از اینکه ما بهتون بگیم چرا فتوا داده علیهش، خودتون ببینین میتونین حدس بزنین این چرا حرامه. به نظر من خب رقص جالبیه، اگر مثلا خیلی آدم حوصله‌اش سر رفته باشه کاری نداره بکنه، خب بره این رقص رو نگاه کنه. ولی چرا مفتی ناراحته؟ بخاطر اینکه گفتن کسایی که می‌رقصن وقتی خودشون رو تکون میدن شبیه زنان، و همین خاطر اعتراض که گفته که این غیر قانونیه، بخاطر اینکه آدم‌ها احتمالاً خودش احتمالاً احساسی بشه. من ناراحتش در این رابطه. ولی یکیش بخش اینه که از خوشحالی از شادی مردم خوششون نمیاد، و دوم این که نه، ولی خیلی جالبه حتی وقتی که یه فتوا میدن علیه یه سری مرد هنوز دوباره برمیگرده به زن. علیه زن خیلی جالبه. جالبه همش تهش زنه. بله خیلی جالبه. به قوله ببخشید این دغدغه‌ها باید حتما بهتون بگم که کتاب خالد حسینی در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان میگه که این انگشت این اسلامی ها مثل کامپس چی میشه؟ قطنماست. خب قطنمایی که همیشه میره به طرف شمال، میگه مثل قطنما همیشه میره به طرف زن که اونو محکوم کنه و مجرم بدونه. دقیقا. خیلی قشنگه این حرفش. آره به نظر من موضوع جالبی نیست البته،
ولی حرف دقیقی می‌زدی. ولی چیز جالب این که اون سازمان فتواهای جهانی عربستان سعودی ناراحت شدن، گفتن این چه فتوایی دادی؟ اجازه نداری. شما حق نداری بدین، این فتوا رو ما قرار بود بدیم. و واقعا اینطوریه. اعتراض نکردن چون این حرفی که زده طبیعتا این کارو نمی‌کنن، چون اینا فتوا بنگاه فتوان دستانه. چرا بر علیه زنه و در واقع جوهر ضد زنش رو بر مورد صحبت کنن؟ نه، گفتن این کار ما، این کار شما نیست، شما لطفا ندیم، ما بذاریم ما فتوا بدیم علیه رقص اصیل این شهر. خیلی جالبه. همه بینندگان عزیز با خبرن از اتفاقات ناراحت کننده‌ای که توی اسرائیل و مناطق فلسطینی صورت گرفته. یه خبر خوب اما این است که 17 اکتبر مردم عرب و یهود شهر اورشلیم با هم تظاهرات کردن و گفتن که ما با هم می‌ایستیم و تسلیم ناامیدی نمی‌شیم. دقیقاً یکی از زیباترین صحنه هایی رو که آدم میتونه ببینه. دقیقا. به خاطر اینکه از یه طرف توی ما یه وضعیتی داریم که جنایت راست اسلامی و ضد یهود و یه طرف جنایت راست مذهبی توی اسرائیل که در قدرت هستن، اینا دارن سعی میکنن همو بکشن، مردم رو این وسط قربانی کنن و مردم دارن اینا رو کنار میزنن و میان با هم دست به دست هم میدن و میگن ما تسلیم این ناامیدی نمیشیم، ما از وحشت و جنگ بیزاریم، میخوایم با هم زندگی بکنیم و با هم تظاهرات میکنن. این صحنه ای، این تو این در واقع راه حل انسانی وضعیتی که اونجا وجود داره و خودشون هم همینو میگن. یعنی و چیزی هم که ما همیشه گفتیم، راه حل برای این چیزا نه اسلامی هست نه دولت اسرائیل، بلکه خود مردم یهود و عرب در هر دو کشورن که میتونن به این خشونت و ناامیدی انتها بدن. الان مصاحبه داریم با بنجامین دیوید که رئیس سازمان آتیستا، هومانیستا و سکولاریستای دانشگاه واریکه. ایشون صحبت‌های خیلی جالبی دارن در رابطه با آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده و چرا این چه از نظر شخصی و چه از نظر اجتماعی اهمیت داره. با ما باشید. بنجامین دیوید، welcome to the program. Good news that you've had a victory at Warwick University. Tell us about that. Right, yes. It's fantastic news that we've secured a victory for yourself to come to the University of Warwick and for free speech and, of course, success for our society. As I'm sure most people probably know, you were, of course, barred from coming to our university because the Warwick SU cited that you could be highly inflammatory and you could incite hatred, which is a unpardonable accusation. And it caused us, of course, to I made an appeal, and it wasn't answered. And then, of course, then you and I took it upon ourselves to make that public. And so many people got involved and trying to overturn this very heinous decision, which is like a complete infringement of free speech. And so numerous media outlets covered it: The Guardian, The Independent, and. There was a complete Twitter explosion, and it was amazing how many luminaries and dignitaries, you know, they chimed in and really supportive. And and finally, the Warwick SU retracted their initial barring of you and secured our victory, which is fantastic. And of course, Warwick Atheist Secularist Humanist, for which I preside over, are really looking forward to seeing you in the end of October. Do you think there's ever any reason why criticism of religion, for example, shouldn't be allowed? Mm. Why there should be restrictions on free expression? I think the only time that kind of expression should be restricted would be if there is ample evidence of inciting hatred. I mean, in your case, definitely not. You know, there's no evidence at all to suggest that you are inciting hatred. But I think it is important to have a complete, unrestricted
expression criticizing religion, but I mean, I think in itself, criticizing religion is a really good thing, because you need to have a narrative that is almost multifaceted. You need to hear different sides of the story, because essentially, if you have this single narrative, you can't discern, on the one hand, extolling independence of thought from subservience. You need different narratives in order to see your own position, to expose your own views to criticism, to hear the other story. And this is really important, especially in university settings, which are supposed to be bastions of education, really academic education and academic freedom. And of course, barring any criticism of particular religion, I think it precludes and also undermines the kind of thing that universities should be. Yeah, especially with universities. I mean, why do you think it's so key, particularly there, for free expression to be respected? Because many students are at a very young impressionable age, and I think at that young age in particular, students should be exposed to different narratives, because it's all too easy for students, when they're given a single narrative, to identify with that narrative and to not question it, even being hostile to opposing views. And that is, I mean, it's very, very difficult, and you need to, very difficult, but very dangerous. And students need to be exposed to different narratives in order to actually discern the values and the arguments that different narratives have in relation to other narratives. And this is really important. But of course, if you're just purely exposed to a single interpretation of a single issue, then you're not going to be able to have a well-balanced, reasonable position on anything, which is highly toxic. How much do you think criticism of religion has been important for you personally as well in your own life? It's been very, very important to me on a more personal basis, because there was a period of my time that I was terrified of the idea of criticizing the religion that I was, which of course was I used to be a Jehovah's Witness, and it took me a very long time to have the confidence and the tenacity to stand up and say, you know, look, I don't agree with the things being espoused by that religion. And of course, when I did stand up, it was against all odds. There was a lot of discrimination that I faced, and it took a lot of confidence for me to do that. Fortunately, though, in our society, most people are, you know, in families and friends, they are congenial to people if they leave their religion. But however, we still live in a culture today that many people refuse to allow different narratives to exist, whether that be in families, whether that be in the larger communities, whether that be in university settings. And that is very noxious, because basically what it does, it pushes people to live double lives. It undermines and subverts one's own freedom to be the kind of person that they want to be freely. And that's very dangerous, especially in a liberal society that we should be having right here in the UK and the course of the world over. Thank you very much. My pleasure, thank you. امیدوارم از این مسابقه خوشتون اومده باشه. به نظر من وقتی حرف آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده صحبت میکنیم، بدون نقد مذهب به خصوص، این اصلا معنی نداره، به خاطر اینکه مذهب یکی از اون کلیداست که همیشه دورشو گرفتن، گفتن مقدسه، نمیشه بهش دست زد، نمیشه سوال کرد، و انتقاد از مذهب یه وجه مهمه ابراز آزادی عقیده است. دقیقا، من فکر کنم هم توی جنبه شخصی اهمیت داره، به خاطر اینکه وقتی شما اجازه ندید یه نظری، هر چقدر که میتونه عجیب غریب باشه، بیان بشه، شما اون که مخاطبین رو ازشون محروم میکنین که بشنون، فکر کنن در این مورد و خودشون تصمیم بگیرن، و جلوی رشد و گسترش فکری آدم ها رو میگیره. از یه جنبه دیگه، معمولا کسایی که در قدرت هم و سازمان های مذهبی، دوست ندارن کسی بهشون انتقاد بکنه، و در واقع محدود کردن آزادی بیان دفاع از قدرت و دفاع از سازمان های پرقدرت مذهبی، و معمولا نیروهایی هستن که در حکومت و در قدرت هستن. میخواد از دو جنبه ضرر داره، و فکر کنم موضوعی رو که
بنجامین مطرح میکنه در ادامه مسئله آزادی بیان که تو بریتانیا و تو دنیا مطرح شد به نظر من خیلی مسئله مهمیه. دقیقاً. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. حتما نظرات خودتون هم برای ما بنویسید، با همون تماس بگیرید. رسیدیم به انتهای برنامه‌مون. تا هفته آینده، هفته خیلی خوبی داشته باشید. تا بعد. Goodbye. Hi, I'm Mariam Nawazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.